درود خدمت همراهان عزیزم. طبق آماری که در سال 2012 منتشر شد، حدود 42 میلیون تن فروش در سراسر جهان وجود داره و 75% از این افراد بین 13 تا 25 سال سن دارند. آمار واقعی مسلماً از این تعداد بیشتره، چون خیلی از کشورها هستن که تن فروشی در اونها غیر قانونیه و در نتیجه آمار واقعی رو نمیگن. در سال 57 در ایران، زمانی که انقلاب شد، تن فروشی در ایران هم غیرقانونی شد و دیگه آمار واقعی تن فروشان ایرانی رو ندادن. در اون سال فحشا توی ایران جرم اعلام شد و فاحشه‌خونه ها همگی برچیده شدند. واقعیت اینه که امروزه وضعیت کشور ایران از همه جا بدتره، چون توی این کشور مفهومی به نام صیغه وجود داره که در واقع یه نوع تن فروشی قانونی محسوب میشه. زنی که صیغه میشه به خیال خودش دیگه کارش عیب نیست و تن فروشی محسوب نمیشه و دولت هم میگه اوکی این کار درسته، فقط قبلش صیغه کنید. موضوع صیغه باعث شده خانمای جوان زیادی به این مسائل روی بیارن و همچنین کسانی که صیغه میشن رو جزء تن فروشان حساب نمیکنن و آمارشون نمیدن. خب بریم که آمار واقعی تن فروشان در ایران رو در بیاریم و با بزرگترین کشورها در این حوزه مقایسه کنیم و شما خواهید دید که ایران وضعیتش از همه جای دنیا بدتره. با ما همراه باشید، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تن فروشی در ایران روز به روز در حال افزایشه و در چند سال اخیر سر به فلک کشیده. دلیل اصلیش هم خودتون بهتر میدونید، تورم و گرونی و فقر و شدید در این کشور. از طرفی مفهومی به نام صیغه یا ازدواج موقت یا به عربی نکاح منقطع به بدتر شدن اوضاع کمک کرده. در جامعه ما صیغه رو مفید و اخلاقی میدونن و بعضیا هم تازه میگن ثوابه. نظر شما در مورد صیغه چیه؟ بنابراین شخصی که با صیغه کارشو انجام میده احساس گناه یا ناراحتی نمیکنه. با توجه به ماده 1075 قانون مدنی ایران، پسرهای بالای 15 سال و دخترهای بالای 13 سال میتونن با هم ازدواج موقت داشته باشن. یعنی مرد میتونه برای مدت زمانی که از قبل مشخص شده با دختر روابط جنسی و روابط صمیمانه داشته باشه. هیچ مشکلی هم این وسط وجود نداره. بعدش هم بدون در نظر گرفتن عواقب کارشون میتونن همدیگه رو رها کنن. صیغه دقیقاً همون کاریه که توی کشورهای خارجی مردا با دخترای تن فروش میکنن. ما همه میدونیم که صیغه یه پوشش خوشگل مشکل برای همون فحشاست و داریم سر دل خودمون رو صاف میکنیم. این صیغه لعنتی مشکلات زیادی رو داره توی جامعه ایران به وجود میاره. از سال 1390 تن فروشی در ایران خیلی زیاد شده و سن کارگرای جنسی هم پایین اومده. طبق پژوهش‌هایی که در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده، به این نتیجه رسیدن که سن اکثر تن فروشای ایرانی زیر 30 ساله. اکثرشون هم متاسفانه باسوادن و مجبورن به انجام این کار. طبق آمارها 30% از این زنان مدرکشون از دیپلم به بالاه، 50%شون سیگل دارن و درصد کمی از اونها یعنی 20%شون بی‌سوادن. متاسفانه در این آمارها اومده 35% از روسپی‌های ایران متأهلن. طبق آمارهایی که یه سری خارجی توی ایران برای نوشتن مقاله هاشون به دست آوردن، تخمین زده شده که 230 هزار کارگر جنسی در ایران وجود داره. البته این فقط آمار کسانیه که بدون صیغه تن فروشی میکنن و به اصطلاح اینا لو رفتن. شاید براتون جالب باشه آمارهای ازدواج موقت جزو آمارهای قانونی قرار میگیره. به همین دلیل نمیشه آمار دقیق تن فروشایی که صیغه میشن رو درآورد. اما در سال 1400 آماری از یکی از سایت‌های صیغه‌یابی موقت منتشر شد. با این آمار میتونیم به تخمین حدودی از روسپیایی که صیغه میشن رو به دست بیاریم. آمار این سایت واقعا تکان دهنده است و گفته میشه این سایت صیغه‌یابی که تعداد زیادی از اونا داخل ایرانه، گردش مالی هنگفتی بر بستر فضای مجازی داشته. در فهرست این سایت لو رفته حدود 1 تا 2 میلیون تن فروش وجود داشته که برای ازدواج موقت ثبت نام کرده بودند. دوستان ببینید، این 1-2 میلیون نفری که گفتیم فقط مال همین یه دونه سایته و خیلی از این سایت‌ها داخل ایران وجود داره و این واقعا نگران کننده است. ناگفته نمونه، طی آماری که یکی از جامعه شناسان ایرانی داده بود گفته شده که 42% از تن فروشی در ایران از طریق فضای مجازی شکل میگیره و بقیه‌اش هم از طریق کنار خیابون و آشنایی‌های حضوریه. طبق آمارایی که یک کارشناس آسیب‌های اجتماعی داده، از سال 1390 تا سال 1398 متوسط سن تن فروشی از سن 28 سال به زیر 20 سال رسیده و در حال حاضر سن بعضی روسپی‌ها تا 13 سال هم پایین اومده. شهرهای تهران، کرج، مشهد، ورامین و قم بیشترین تن فروشی رو به خودشون اختصاص دادن داخل ایران و مکان‌های تن فروشی در این شهرها خیلی زیاده. مثلا مشهد 3 میلیون جمعیت داره و دومین شهر پرجمعیت ایران محسوب میشه. این شهر به دلیل مکان‌های زیارتیش سالانه 27 میلیون توریست خارجی و داخلی رو به خودش جذب میکنه.
شهر مشهد با وجود این همه مسافر و وجود صیغه یکی از پیشتازان ایران در حوزه تنفروشیه. اگه بخوایم یه حساب جزئی بکنیم و آمارهای تنفروشی در ایران رو با کشورهایی که تنفروشی در اونا آزاد مقایسه کنیم، مطمئناً شوکه میشید. بیایید ایران رو با کشورهایی که تنفروشی در اونا آزاده مقایسه کنیم. کشور هلند. هلند به بهشت روابط جنسی در اروپا شناخته میشه. در این کشور حدود 30,000 تنفروش وجود داره. ترکیه. در ترکیه یه تعداد از تنفروشها قانونی کار میکنن و یه سیراشون هم غیر قانونی هن. اما روی هم رفته 100,000 تنفروش داره. کشور اندونزی، کشوری در شرق آسیا که 266,000 نفر روسپی داره. مکزیک، کشوری که تنفروشی در اون آزاد و کاملا قانونیه و دولت باهاش مشکلی نداره. در این کشور 236,000 تنفروش وجود داره. کشور اسپانیا، در اسپانیا به ظاهر تنفروشی غیرقانونیه اما 350,000 تنفروش در اون وجود داره. کشور آلمان، کشوری که تنفروشی در اون کاملا آزاده و 400,000 تنفروش در اون فعالیت میکنن. کشور برزیل، کشوری که به داشتن دختران جذاب معروفه و تنفروشی در اون از نظر دولت کاملا قانونیه. در این کشور 500,000 نفر تنفروش وجود داره. کشور فیلیپین، کشوری که در شرق آسیا است و 500,000 نفر تنفروش داره. تایلند، بهشت گردشگری جنسی در آسیا. تا قبل از کرونا سالانه چیزی حدود 40,000,000 توریست به تایلند سفر میکرد که اکثرشون هم انگیزه جنسی داشتن. در تایلند 3,000,000 کارگر جنسی وجود داره. کشور کره جنوبی، کره جنوبی یک کشور پیشرفته و مدرن محسوب میشه اما 1,200,000 نفر تنفروش در این کشور هم وجود داره. کولومبیا، این کشور به معنای واقعی بهشت گردشگری جنسی در آمریکای جنوبیه. در این کشور هم مثل برزیل روسپیگری آزاده و حدود 4,000,000 تنفروش در کولومبیا در حال فعالیتن. ایالات متحده آمریکا، تنفروشی در این کشور غیرقانونیه و سالانه خیلی ها رو به این جرم دستگیر میکنن اما بین 1 تا 2,000,000 روسپیگر در این کشور بزرگ هم وجود داره. و میرسیم به کشور چین که سرآمد همه ایناست. چین در دنیا از همه بیشتر تنفروش داره. در این کشور با این جمعیت 1 میلیاردش 10,000,000 تنفروش وجود داره. دوستان، درسته که در ایران مفهومی به نام صیغه وجود داره و نمیذاره آدم آمار دقیق از تنفروش ها رو بدونه، اما طبق آمارهای سایت های بزرگ ایران حداقل چند میلیون تنفروش در ایران وجود داره. خودتونم میدونید اینقدر زیادن این تنفروش ها راحت پیدا میشن، هر جا برید یکیشون رو میبینید. اگه بخوایم به نسبت جمعیت رتبه بدیم و صیغه رو جزو تنفروشان حساب کنیم، در واقع جزوش هم دیگه، مطمئناً ایران جزو 5 کشور برتر دنیا و شاید هم اولین کشور دنیا باشه. نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ خوشحال میشم تجربه ها و دانسته هاتون رو با ما به اشتراک بذارید. دوستان توجه کنید که داخل یکی از سایت های لو رفته در ایران فقط 1-2 میلیون تنفروش وجود داشته. این در حالیه که در کشور چین با اون جمعیت 1 میلیاردش فقط 10,000,000 تنفروش در کل کشورش وجود داره.